توی هر مرحله هم ما بهتون میگیم که چی کار بکنید و با توجه به نشانه ها برید به مرحله بعد. یکی از آرزوام این بوده که در ایران من شیراز ببینم. این که شهر خواجه کرمانیه. آرامگاه خواجه کرمانی. خواجه کرمانی مزار. او اونجا باید بیاریم. دنبال یه غار بگردیم پاکت اون تو. ملاله پیدا کردم بیا. سعدی بزرگواره. حافظ. اون کسی دیگه اول بشه خدا هم میکشه. ما دو نفر پر انرژی این همه یه عکس براتون ارسال میکنن که اون عکس مربوط به یک سرا یا یه بازارچه در بازار تاریخی وکیل شیرازه. بازار وکیل میری نرم؟ اول باید اونجا رو پیدا بکنید، بعد باید پرسجو بکنید و دنبال یه نفر بگردید که میدونه آرامگاه رودکی کجاست. هر کسی که بلد بود بگه تاجیکستانه. قطعه بعدی شما از هر قطعه در دست همون شخصه. مسابقه است. خب اورنج دیس از یس اورنج استریت ایتس اوپن اورنج ایتس اوپن اوپن استریت اوپن استریت سو एवरीबॉडी कम एंड فری ان شیراز اند نورث ایران ویری گود ویری گود نورث ایران اول اورنج اول اورنج اوکی بعد بریم به اینجا. این عکسو برامون فرستادن توی اپلیکیشن گفتن که بعد بریم اینجا. بله بالای سردرش نوشته سرای مشیر. سلام علیکم چطوری؟ خوبی شما دمی؟ برگردید همینو؟ همینو برگردید اون رایدو؟ تو اینجا یعنی باید بریم هم مغازه داره باریک داریم میریم به سمت بازار وکیل. سردر سرای مشیر کجاست؟ همین بره؟ علکی میگه که ما بیسو نداریم عجله نکنیم میریم بعد خیابون فرهنگ و بعدم طالاقانی که دیگه بازاره دیگه درسته؟ هوا خیلی خوبه نزدیک ارگ کریم خانی ترافیکه؟ تا اونجایی که ماشین میتونه بره ما رو ببریم لطفا نه پیاش نه پیاش زودتر میرسیم سو اوف نو پرابلم نو پرابلم علی گر بپرسیم مجموعه زنگیه بسیار میهم رفتن اونو آقا بازار زنگیه از این بره سرای مشیر برای مشیر میخواییم بریم آه، ونیس ببینید جلو ارگ کریم خان رد میشیم گود، بیوتفول نایس، دیزاین یس آقا ببینید قبر رودکی کجاست؟ شما نمیدونی قبر رودکی کجاست؟ کی؟ دیس بازار، دیس بازار Look, they are inside. Oh, they gone. They gone. Ali. Ali, tell me what's going on. Şiraz'ın gezmeli, görmeli yerlerinden biri de buradır. Çok maraqlı yerdir ve biz de burada gezirik büyük memnuniyetle. Arxeoloji kazıntılar neticesinde tapılıb bura. Hop, hop. آقا میدونین قبر رودکی کجاست؟ Because they were behind us.
Anırsın. Saray maşinir payını. Çal. آقا سرای مشیر همینه؟ آقا سرای مشیر همینه؟ سرای آخر بازه سمت راست بیا. راست راست فکر میکنی اونو آمدن پیدا کدن؟ آره بابا اونو آمدن پیدا کدن اونو که اگر پیاده آمده باشن هرگز نه آمدن آره. از یک مسیر صعب العبور اومدیم، تو آب افتادیم، تو گل افتادیم، ولی خب این باستان شناسی نیست، این یک جنگ. قبر رودکی کجاست؟ کجاست؟ اینجا نیست، قبر رودکی بخارا، سمرقند و بخارا. آره لختس شماست؟ سلام، آرامگاه رودکی میدونی کجاست؟ آره میدونم، میدونی کجاست؟ آقا، سرای مشیر این مره؟ بسن قبل روزکی شیراز نیستش. خب چی؟ قبل روزکی سوار میخواییم شما؟ خسته They are this way. I know. We must ask somebody. Where is the mezar of Rudik? Rudik. Rudik mezar. Oh, aramgah Rudik. You know where it is? Here. Payda kadem. Here. Durum mere. Tush mere. Tush mere mi pirsin? Sam. Man sam malolar ne mi bina? بابا سخت آخه این همه آدم اینجاست. آقا میدونین قبر رودکی کجاست؟ مطمئنی؟ میدونین قبر رودکی کجاست؟ بپنیم قدیمی چون زادگاه رودکی کجاست؟ تاجیکستان. منظور تاجیکستان. خب بده. تاجیکستان بده. بده.
هنه میگه بابا یه نه باید دوام بدی بده چی؟ دستینه ما شما کجاست؟ همین اینجا خب بده میگه لغون نداره بخ با قسم خدا نداره نداری؟ نه این اطلاعاتون نیمه بدبختی اونجا چه ها قومت از این بس تینز سلام خوبی؟ سلام زادگاهی رودکی خب کجاست؟ آرامگاه رودکی بودیم شما نمیدونی آقا آرامگاه رودکی آرامگاه رودکی رودکی میده شما میدونی کجاست؟ Did you find؟ بله بله شما میدونستی اذیتمون کردی یه چیزی باید به من بدی من از شما باید یه چیزی بگیرم اب نداره در حال با شما آشنا شدیم پس به راننده میگیم بری از تون بگید بره بازار وکیل آها بین از همین خیابون رو برگرده زیر کنار گذر شما رو پیاده کنه سرای موشی رو میبینید از سرای موشی ما باید دوره برگیر میریم از تو بازار و وقتی فکر میکنم این کوچه رو دوره باید برگردم عرق بریم نمیدونم این یه باستان شناسی گگه جنگ مارکت ها اینجاست خب مرحبا مرحبا نولدو خوبتونو آقا میدونی قبر رودکی کجا؟ سلام میدونی قبر رودکی کجا؟ آقا میدونی قبر رودکی کجا؟ همه هم میدونن کجاست از سر بازار هر که پشتیدیم همه میدونن اینجاست نه؟ ما یه لو یه چیز خرارت به ما بدیم کس به شما نرده چون دو سه چار پنج شیش هفت هشت نه ده ما رو اشتباه آوردید بابام جان تو بازاره بام میدونی قبر رودکی کجا؟ هیچکی نمیدونه اینجا قبر رودکی کجا؟ سلام میدونید؟ آه شما میدونید تو خوبی همه به من خندیدن ولی گفتن این داره نقش دیوونه بازی میکنه آره من همه فکر من دارم نقش دیوونه بازی میکنه گفتن این مثلا از تیمارستان اومده دیوونه است مثلا داره اینجوری نقش بازی میکنه یا از همه سوال میپرسه سوال خنده دار به بخش زادگاه رودکی میدونه این کجاست؟ آره کجا؟ پس لایه منو پس بده چقدر رو باید برم؟
ریک خیلی نگرانه. نگران‌ترین حالت ریک الان اینه. خب اینکه به اینکه شناخته نشه. دارم می‌بندن همه مغازه‌ها. خیلی خیلی خراب کرده های نو برندو نو برندو بی خوب چون بی همه مغازه ها بستن و همه شون تقصیر رو راننده بستن همه مغازه ها بستن 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 خب نمیدونم ماجرا چیه یا مثل مسجد جامع دیروز توی اصفهان آدرس رو از قصد برای ما نفرستادن یا به ما آدرس رو اشتباه گفتن ما رفتیم یا آدرس رو درست گفته بودن ما اشتباه رفتیم He didn't never say this I don't want to take a picture please هفت شهر عشق مرحله دیگر وادی دیگر مقام و منزل دیگر و گزارشی از آنچه که تو این چند روز اتفاق افتاد میخوام از دوستان عزیزی که از کشورهای خویشاوند مهمان ما هستند این سوال رو بکنم که با توجه به اینکه چند روزی هست و قدم بر چشم ما گذاشتن و در ایران هستن و چند تا از شهرهای دیدنی ایران رو دیدن و ملاقات کردن نظرشون رو در مورد این سفر و در مورد ایران بگرد بریم سراغ ریک Yes sir I know in Iran history beautiful palace and designs many designs and I was go to many shop I turned a shop to what is this how so beautiful Which city I explain? I am every city is beautiful, beautiful. Every city, people are they are so beautiful, so kind, and I am very much impressed. And I go to India. I will go to India and I tell everyone if, what is Iran, what is Iran, what is Iranian people. تو خلوتمون که با هم گپ میزدیم این حال من وسط حرفش پرانتز باز بگم. خیلی حالا مقایسه این که حالا ایران بهتر است یا آنجا بهتر است و اصلا منظورمون نبود داشتیم گپ می‌زدیم خیلی براش چیز بود ایران همه چی خیلی تمیز مردم خیلی منظم مرتب آره اشاره کرد آرام کوی آره در مقایسه با واقعا هندوستان همینطوره بچه واسه ریک دست بزنید چل میره بایی چل میره بایی چل میره بایی چل اصفهان نصف جهان مرسی خب خانم محمدی همین سوال از النار بکنید لطفا زاده سویلدیک کاشان من عبیانانی سویلدیک اوندان سورا اصفهان من شیرازی نجیب گردیم من عبیانانی هره سویلمم یوک او گیجه که اتورموش تو کورده من سویلمم Söylemedin. Okey. Abiyan'ı da söyle. Tamam söyle, sıkıntı yok. Kaşan'ı da söyle. Biz artık 3-4 gündür de burada 4 gündür, 5 gündür gezeriz İran'ı karış karış. İran'ın biz Tehran'da olduk, sonra geldik Kaşan'a. Sonra Metinabad'a, oradan gittik Abiyan'a. Sonra geldik İsfahan'a, oradan da Şiraz'a.
Yəni bu olduğum müddətdə çox qədimi yerlər gördüm, tarixi yerlər gördüm. Yəni bu proqramın ən böyük belə deyək üstünlüyü və dəyəri ondadır ki, bu proqramla həm də İranın tarixini, mədəniyyətini, kültürünü, ədəbiyyatını, incəsənətini təbliğ edirsiniz. Çox yaxşı bir şeydir. Mən nə deyim, doğrudan çox heyran oldum. Və bilirsən, bir gün mühəyyəc, yəni mənə başardım mühəyyəcə. Başardıq. Peyda kərdən. İranın ən böyük şairlərindən, yazarlarından biri olub. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. میگه نمیخوام چیزی رو بشمارم که چی از چی بیشتر خوش آمده یا چی بیشتر هیجان زدم کرده. تو تمام این چهار تا شهری که رفتیم انقدر جای تاریخی دیدم و انقدر دوست دارم جای تاریخی رو، یه آرامشی پیدا کردم و اون آرامش رو دوست دارم. البته کمک های حسام هم بی تاثیر نبود این آرامش. حسام بهش آرامشی داد. من باشم چیکار بو یعنی بو اوین ارزنده vacib deyil axı gəlib dişini düzəltmək. Kat. Ağa, müvafiq idi ki, yə haqq səxti kar fəqələdə bə illər bədib yəyəc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 əyə
خوب اصفهان اصلا اسمش هست میگن اصفهان نصف جهان. من این شنیده بودم همیشه و میگفتم که باید اصفهان ببینم و اصفهان اونقدر بزرگ است، اونقدر یعنی در شهر اصفهان شما واقعا همینطور که شیراز است شما اون فرهنگ ایرانی رو در اونجا میبینین و مردمش هم بسیار مردم با فرهنگ هستن و خود شهر اصلا از لحاظ معماری برای من بسیار جالب بود و این چند روز که شما میگین من این چند روز احساس میکنم به هزارها سال عقب میرم و احساس میکنم که اونایی که اون زمان اینجا بودن در این سرزمین زندگی میکردن چه احساس داشتن و اون میراث فرهنگی که گذاشتن برای ماها. من میگم برای که همه ما انسان این روی زمینیم و یه نکتهش ایران هست اسمش و چقدر میتونه این سرزمین غنی باشه از لحاظ فرهنگی تاریخی. من که اون طرف مرز هستم وقت این طرف مرز میام خودم رو پیدا میکنم. این معماری طور سفریه اونم که عالی قاب بود. رنگ آبی خیلی زن. Herkes farklı ama 3-4 gündür beraberiz mesela, değil mi? Çok az zamandan beri beraberiz. Ama mesela Elmer konuşuyor, hiç kimse bir şey anlamıyor ama herkes gülüyor. İşte evet. Bu çok güzel bir şey. Burada herkes bak, Rick'in kıyafetine bak. Evet. Farklı, herkes farklı burada. Farklı olmasına rağmen, farklı kültürlerden olmamıza rağmen anlamasak bile biz birbirimize gülüyoruz. This color, hey, this color, hey, Emre, this color or this color? What, small? Small shawl. Yeah, small shawl. Small, not small. Not big. Small, yeah. Small. Small. Ya İsmail değil kardeşim. İsmail. No, İsmail is name. Small. You say İsmail. A small car. İsmail diyorsun. Small shawl. Small diyorum, small, İsmail diyorsun. Small. Small. No. O da zaten kabus tamam. Ali, thank you so much. İran ve şehirlere de gelecek olursak, mesela dün İsfahan'a geldik Kaşan'dan. Ya ben zaten sürekli merak ediyordum işte İran'ın tarihini biliyorum işte sürekli Ali'ye soruyorum falan. Dün bir yere gittik mesela. Yesterday we went. Cami. Evet. Moskü. Ha, oraya gittik mesela. Orada yani 1500 yıllık bir cami. Çok evet. Eski. Hamaş dori şeytanı mı koni duruğ? Ne şeytanı? Anladım şeytan. Be şeytan dedim bana şeytan. Anladım. Yusuf mi şeytan? Devam. Şeytanat. yani neyse.
Görevlerimiz gereği mesela gidiyoruz bir yerlere, göreve gidiyoruz. Her görevde mesela bir şairin mezarını görüyorsun. Çok değişik şeyler var, mezarlar. Ha, bu çok güzel mesela. Açık ders mesela bu sevdim. دوستان همه به نکات خیلی خوب اشاره کردن، اینکه ما دور یک میزیم و از فرهنگ‌های مختلف. من خودم علاقه به ادبیات دارم، ولی که همیشه خیلی تنبلی کردم و خیلی مطالعه عمیق نداشتم. این مسابقه در واقع باعث شد که من این مطالعه رو داشته باشم. فرق نمی‌کنه مولانا باشه، نظامی گنجوی باشه، بیدل باشه، جامی باشه یا رودکی باشه، ما همه یک ادبیات در واقع پایه و ریشه داریم که همه ما از این ریشه در واقع درخت شدیم. درست. من برای من خیلی جذاب این اتفاق. به خودم قول دادم که بیشتر مطالعه در مورد ادبیات داشته باشم. و شعرا. رسید. دیر رسید اونم مثلا دومین نفر رسید. کم مونده بود باسم. نه نه اصلا دیر نرسیدم. من اتفاقا اولین نفر رسیدم. دومین نفر پیدا کردم. برای که کل اونجا رو مجبور شدم بگردم. بعد من فهمیدم که از غیب یه سری اولی. اطلاعات داره تزریق میشه به یه سری از آدما. نمیدونم کی. یعنی واقعا مصاحبه نه اصلا. یه سری آدما کاملا برای من قابل احترامی. برای اینکه من کل این مسیرها رو دارم میدوام. واقعا دارم میدوام. پشت سر منم امروی بنده خدا که بهوش میدوی و فیلم بردار محترمون که همینجا ازش تشکر میکنم. خیلی داره اذیت میشه. تمام سوراخ سنبا ها دالونا و جایی که باید برم سرک بکشم سرک میکشم. بعد اینکه یهو دو نفر بعد از من میرسن، یه راست میرن یه جایی که محصور شده، یعنی رسما یه جوری محافظت داره میشه کسی وارد شه، از زیر یه چیزی میکشن بیرون و همه رو سورپرایز میکنن. فکر میکنی یه دست رانت دارن استفاده میکنن؟ صد درصد. نه خب من برای اولین بار دارم حرف میزنم. بذار پرمیل جواب شده. بذار پرمیل. همش یک دقیقه. همش دوری دوربین بود. دوربین چی؟ دوربین بود دورمون. راست میگه. دوربین. دوربین با ما که حرف نمیزنیم. نه من. دوربین همیشه باش میگم. من شگفت زده شدم که شما چه هوش و استعدادی دارین. همین. من چیزی بدی نگفتم. اسمس اومد گفتی بریم ابیانه، هنوز ما هممون مونده بودیم. خدای چیه تو رفتی ابیانه؟ من سرچ کردم مازگله نمیدونم چی پرزلا خود اینو زدن تو گوگل داد اینو تو گوگل اومد براش گفت من برم ابیانه. اولین نفر گاز داد با اون سرعت با اینجا سرعت ما از همه ساده تر بودیم میگفتیم ابیانه. اینجا معلوم میشه که باید چیکار نکنیم. ابیانه تاریخ قدیم سوالات و شبهات برطرف شده؟ بله. ما به هیچ کی زنگ نمیزنیم، اطلاعات هیچ جا درز نمیکنه، ولی شماها میتونید روزی دوبار به من زنگ بزنید و راهنمایی بخواید. آره. امروز البته تو شیراز علیرام دوباره زنگ زده خورد. خب حالا من متاسفانه یه خبر بد دارم و اون اینه که امشب خود شما باید تصمیم بگیرید که یک گروه رو حذف کنید و با یک گروه باید خداحافظی بکنید. آقای امیرعمدی، ولی من واقعا احساس میکنم ما چون مهمون خارجی داریم به هر حال دوستامونن، یعنی واقعا قرار نیست برد و باختی داشته باشیم که گروهی بخواد بالاخره بشه. درسته یک مسابقه فرهنگیه، ولی هر مسابقه هم یک بردی داره یک باختی داره دیگه. برنده اصلی همه ما ایم که به بهانه مسابقه دور هم جمع شدیم، با هم صحبت کردیم، آشنا شدیم، ارتباط خیلی خوبی گرفتیم، این به جای خودش. ولی بالاخره بیننده ای که شاهد مثلا تلاش و فعالیت و دقت علیرام هست و شاهد مثلا کمکاری یه گروه هست، بالاخره خود مثال دارم عرض میکنم. من درست میفهمم. من میگم فکر کنم علیرام اینا چون خیلی بوده میکنن شاید عجله داشتن برگردن تهران. این فرصت رو همینجا در اختیارشون بگذاریم. خواب آبی به من یه پیامک بزنید و بگید که به نظر شما کدام گروه باید حذف بشه. اگرم براتون سخته من یه سوال دیگه بکنم. ما خواه نخواه باید با یه گروه خداحافظی بکنیم. البته خداحافظی نه این که دیگه شهر و بقیه وادی‌ها رو نمی‌بینن، میتونن تشریف داشته باشن همراه ما ولی توی مسابقه نیستن.
اگر براتون سخت یه گروهی رو اعلام بکنید که حذف بشن، من میخوام خواهش بکنم یک گروه داوطلب بشه و بگه که مثلا من به احترام دیگران این مسابقه رو ترک میکنم. من یه چیزی میتونم بگم، ما حاضریم ولی فردا شهر النهاره، یعنی فردا همه چی میفته دست النار تو تبریز. النار باید سوال کنه و من خیلی دوست دارم این صحنه رو ببینم که النار چجوری از مردم میپرسه. همه همشهری خودشان میگه چرا دارین توپو میندازین تو زمین ما که رفیقامونو از خودمون دور کنیم، چرا داوری انجام نمیشه؟ ببینید رقابت ها خیلی فشرده نیست، نه نزدیکه و امتیازات یه جاهایی واقعا مثلا از روز دوم به بعد واقعا این جایگاه ها فرق کرد و امتیازی هم که بیننده ها دادن خیلی عجیب غریبه و متفاوته. گفتیم بذاریم به عهده خود شما، چه کار کنیم خانم محمدی؟ یا شماها به من پیامک بدید بگید کدوم گروه به نظر شما حذف بشه بهتر خداحافظی بکنیم، یا اینکه یک گروه داوطلب بشه برای خداحافظی. نمیشه آقای رحمتی، واقعیتش اینه که این مسابقه الان یه ششم سومی داره که داره همه اونو زیر نظر میگیره. ما که خودمون همدیگر که نمیبینیم، شاید بچه‌ها خیلی از وجوهی که من توی آیتمام دارم اونو نمیبینن، چون هر کی یه گوشه یه دیگه و من خیلی از وجوه بچه‌های دیگر رو نمیبینم. مثلا ما نمیتونیم قضاوت سلامتی نسبت به هم دیگه هم داشته باشیم. خب پس مجبورید پیشنهاد دوم منو قبول کنید که یک گروه داوطلب بشه برای خداحافظی. آخه هیچ کس هم خودزنی نباید بکنه، اینم درست، ولی فداکاری میتونه. الان من نرگس خیلی خواهش کردم که از این فداکاری کنم، به خاطر که اینو هم همچون الدر گفت برای من یک اویله هستن، یک اویله، همچون یک اویله شدن، به خاطر این اویلم من فداکاری میکنم و میبینم که کی میبرد. خداییش به خاطر آینده؟ آره. خداییش؟ آره. منم تحت تاثیر قرار گرفتم، منم میتونم فداکاری کنم. منم حاضرم ترک کنم، ولی باید حتما تبریز و خونه شهریار رو خودم هم شده با هزینه خودم به النار نشون بدم. آفرین. میخوای جبران کنی؟ النار طرفداری زیادی تو ایران میتونه پیدا کنه، چون ترک زبان هست، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، میتونه طرفداری خیلی خوبی رو پیدا کنه. ترجمه بوزن؟ پنجرت هم داشت کره، آی پری باق پری باق. این همون چیزی بود که ما دنبالش بودیم، به خاطر این فداکاری بزرگ همچنان مسابقه رو ادامه میدیم، اما تا امروز معدل و برایند تمام مسابقه علیرام عزیز و امره، آره امره تا الان اول هستن، خانم طهماسبی و ملال خانم دوم هستن، خانم نرگس محمدی و پروین خانم سوم هستن، حسام و النار چهارم هستن و کاوه و دریکی که اریک حالا با زبان بی زبانی یعنی داریم ما میگیم ما حذف دیگه. نه 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 میان با ما میان. نه کاوه جان، این جایگاه یا توی پرانتز رنکینگ مسابقه است. به خاطر اینکه دندون حسام شکسته بود و وقت از دست داده بود عجله کرد که خب امتیاز منفی هم براش لحاظ شد، جریمه ماشین رو هم خود حسام عزیز باید پرداخت بکنه. همین که شما در دوره همی اول جایگاه سوم رو داشتید، الان تنزل پیدا کردید به جایگاه چهارم، این یعنی این که شما بالاخره یه خلافی انجام شد دادید. من خلافم فقط شکستن دندونم، اونم اگه شما خلاف می‌دونیم باشه. نه سرعت خیلی هم خلاف باید با قانونش باشه. و این که به تفلک النار نگفته بودید تو اصفهان، این بنده خدا همینجوری نشسته بود بالا سر آرامگاه صاحب تبریزی داشت اشک می‌ریخت.
برگردیم به شهر تبریز. سختش دارم میکنم دیگه. بیا بیا بیا. خدا بیا بیا. الله خدای من، خدای من. آره همه در این مسیر میان. زنگ نزدی؟ ما برنده‌ایم. با چی اومدیم یادتونه؟